عرضم به خدمت شما که معمولا من یه 4-5 دقیقه وقت میگیرم برای اینکه برگردم به گذشته که رشته کلام بدستم. عرضم به خدمتون که قبلا صحبت بود که جهانی که فردوسی تصور میکنه یا در ذهن داره جهانیه که خود ستمکار بیوفاست، جفاکار گذرنده است و یکی را برای و شاهی دهی، یکی را به دریا به ماهی دهی و نمونه های مختلفی که دفعه پیش یه مقداری من ذکر کردم. از طرف دیگه تصوری که از خدا داره یا خدایی که در شاهنامه می‌بینیم خدای به نام خداوند جان و خرد که از آن برتر اندیشه برنگذرد و خدایی که به هر حال در مقدمه شاهنامه مفصل راجبش صحبت کرده و بعد تنشی که در فکر شاعر هست که چطور ممکنه خدای نیکوکار بخشنده مهربانی فلکی یا زمانی رو خلق بکنه که این زمان یا این فلک ظالم و تبهکاره در یک کلمه. و این صحبت شد که احتمالاً سه تا تصور از خدا در شاهنامه و یا در ذهن شاعر یکی شده که این سه تا خصوصیات مختلفی دارن و تناقضی ایجاد شده در فکر فردوسی که از اول تا آخر شاهنامه این هماهنگی و از طرف دیگه این تناقض وجود داره و نتیجهش این میشه که شاعری که به خدای مهربانی عقیده داره و در فلک جفاکاری داره به سر میبره میگه چپ و راست هر سو بتابم همین سر و پای دیتی نیابم همین. این فکر فردوسی سر تا سر شاهنامه است که این چی شد چرا این دنیا چپ و راست هر سو بتابم همین سر و پای دیتی نیابم همین یکی بد کند نیک پیش آیدش جهان بنده و بخت خیش آیدش یکی جز به نیکی زمین نسپرد همین از نژندی فرو پژمرد. خلاف اون تصور خدای آفریننده چرخ این مال داستان سیاوشه. بعد گفتیم که اون سه خدایی که یا سه تا تصور از خدا که در ذهن فردوسی هست که مسلمان خدای قرآنه منتها از قرآن اون بخشی از صفات خداوند مورد توجه فردوسیه که سازگار با عقاید خودش و سازگار با روحیه و یا دریافت خودش از هستی یعنی از خدای قهار جبار یا خیر الماکرین که از جمله صفات خداست توی قرآن از اون نشانی نیست. و گفتیم نمونه دیگه فرض کنیم مولاناست، مولویه که اونم مسلمانه، خدایی که از قرآن میشناسه از اسلام میشناسه خدایی به کلی متفاوت با خدای اهل شریعت، هر کسی از زن خود شد یار منه در حیات. یکی به هر حال خدای قرآنه، یکی اهورامزداست که خدای خردمنده، اساساً هم اهورامزدا یعنی سرور دانا، خدای داناست، خدایی که تا آفرینش نکرده خدا نیست و خدای شبنده است، در حال تکامل و دانای مطلق است اما قادر مطلق نیست و قادر مطلق وقتی میشه که اهریمن به کلی از بین بره. یکی اون خداست که وارد جزئیاتش دیگه نمیتونیم بشیم، نمیشیم، گذشتیم ازش. یکم زروانه، یعنی اگه بشه این ترکیب رو درست کرد یک زمان خداست، خدای زمانه که اسطوره‌ش رو راجبش قبلا مفصل صحبت کردیم و خدایی هست که به کلی بیگانه است با نیک و بد آدمیزاد، اساساً خدای آفریننده نیست که از نظر اساطیری جز اون دسته ای از خداهاست که آفریدگار نیست، به قول فرنگی ها دمیورش نیست. یه تفاوتی
اینا قائل هستن بین خدای آفریدگار و خدایی که آفریننده نیست. اهورمزدا اهریمن خدای شر آفریننده هستن، خدای قرآن یا خدای موسی آفریننده هست. اما زروان از جمله خدایان نیست که آفریننده نیست، فقط اهورمزدا و اهریمن را آفریده، اما بیگانه است از انسان و هیچ نوع خصلت نیک یا بد، خوشبختی، بدبختی و درد، رنج، شادی نداره، همونطور که زمان نداره. یکم این خداست و این خدا رو ما در سراسر شاهنامه وقتی که صحبت زمان هست میبینیم و این حضور غایبش اگر بشه گفت، چون در زمنم شناخته نیست، قدیمی ها هم حتی در دوره ساسانیان هم چندان او رو نمیشناختن، ولی عمیقا در اساطیر ما و در فکر ایرانی رخنه داشته و شاید بشه گفت تمشیت کننده و یا سازنده خیلی چیزاست و از جمله جهانی که ما توش زندگی میکنیم. ما از اول تا آخر شاهنامه با یک چنین خدای روبرو هستیم که خدای اگر بشه گفت خدای تقدیره، چون زمانی که تقدیر ما رو میسازه و به همین مناسبت هم این فکر وجود داره، به خصوص برای محققین غربی که در شاهنامه مطالعه کردن، که شاهنامه یک اثر جبریه، قدریه، فتالیسته. بالون که اینطور نیست البته، درباره چرا اینطور نیست اون وقتی که در مورد فصل تاریخ صحبت میکردیم راجع به این مسئله خیلی صحبت کردیم که چطور علارغم این که تقدیر وجود داره، پهلوان خصوصیتش که خصوصیت آدمی باشه اینه که همیشه به مرز خداها تجاوز بکنه، از حد خودش فراتر بره، هر چند وقتی که با مرگ روبرو میشه و چگونه وقتی که با مرگ روبرو بشه چرخ تقدیر چنبر میشه. خب اون وقت راجب این هم صحبت شد که خب اگر سرنوشت یا تقدیر یا اون چی که در جهان اتفاق میفته از زمان باشه که گردش ماه و ستاره نشانه های آشکارش هستن، خب این در همه جا هست و در اساطیر همه جا هم، خب بزرگان و پادشاهان هم همیشه منجم داشتن با خودشون برای اینکه سعد و نحس طالع رو ببینن، چه وقت برای ازدواج خوبه، چه وقت برای جنگ خوبه، چه وقت برای صلح. خب اگه اینطور باشه این ربطی به مخصوص شاهنامه نیستن ها، اما با این وصف شاهنامه زروانی یا زروانی هست، برای اینکه آنچه که در شاهنامه هست و دیده میشه خیلی عمیق‌تر و کاراتر از اون چیزی هست که ظاهراً وجود داره و اعتقاد بهش هست. شاهنامه زیاد میبینیم مثلا برمیخوریم به اینکه اگر با تو گردون نشیند دراز، هم از گردش اون نیابی جواز، حتی اگه باز خیلی رفیق باشه و دوست باشه، همون تاج و تخت و بلندی دهد، همون تیرگی و نژندی دهد، به دشمن هم ایماند و هم به دوست، گهی مغز یابی از او گاه پوست، سر از گرد بساید به ابر سیاه، سرانجام خاک است از جایگاه. یا اگر چرخ گردان کشد زین تو، سرانجام خاک است بالین تو، درت را به تیما چندین مبند، بسی من مشو بر سپهر برند، که با پیل و با شیر بازی کند، چنان دان که از بی نیازی کند. بیهوده هم این کار می کند، اصلا لازم نیست این کار رو بکنه، بی نیازی. تو بی جان شدی او بماند دراز، دراز است گفتاد چندین مناز، حرف کوتاه کن. یا بارها به این فکر برمیخوریم که همه بودنی ها بخواهد بودن، چنین بود تا بود این رو بودا، یا از این قبیل. گفتگونم با این تمام شد که برای ازدواج زال با رودابه، که رودابه دختر پادشاه
کشور دیگری بود و منوچهر موافقت نمی‌کرد با این ازدواج، برای اینکه میگفت یه بیگانه وارد دستگاه پهلوانی و دستگاه سلطنت و وارد دربار میشه و صلاح نمیدونست، اخترشناس ها رو خواست و همین فالبینا و طالبینا رو به زبون ساده‌تر و منجم ها رو و ازشون خواست که ببینن طالع این وصلت رو، این ازدواج رو که چه خواهد شد. و اونا سه روز زیج نشستن و پس از رنج دراز چنین آمد از داد اختر پدید، که این آب روشن بخواهد دوید. از این دخت مهراب و پورسان گوی برمنش زاید و نیک نام، بود زندگانیش بسیار مرد بی اندازه. میدونید که صحبت رستم دیگه، همش زهره باشد همش زور و فر، آقا و بر ترگ او نگذرد، سران جهان را به کس نشمارد. یکی برز بالا و بد فرمند، همه شیر گیرد به خم کمند. بر آتش یکی گور بریان کند، هوا را به شمشیر گریان کند. کمر بسته شهریاران بود با این تفاصیل، به ایران پناه سواران بود. این مبارک میمونه و خوشبختانه عاشق و معشوق به وصال هم دیگه رسیدن. در نتیجه جواز صادر شد. اما اوان از اون روزگاری که این اختر دادگر، اختر نیک خوشفرجام، دگرگونه بگرده. زیرا هر آنگه که خشم آورد بختشون، کند سنگ خارا به کردارمون. اون طرف قضیه و اینا هم همه باز از بینیازیه، موجب خیلی مشخصی نداره. سیاوش بعد از ساختن گنجه دنبال همین گفتگو، به پیران شکفه میکنه از سرنوشتی که چرخ بلند و رای سپهر بلند، باز دوتا اصطلاح فردوسی است، نصیب او کرده و از بیگناهی مرگ خودش صحبت میکنه. باز کار تقدیر، کار سرنوشته. و در پاسخ دلداری های پیران بهش میگه که من آگاهی از فرق یزدان دارم. این کار خداست. یعنی الان تناقض رو میبینید. باز من آگاهی از فرق یزدان دارم، هم از راز چرخ بلند آگهم. به این ترتیب باز برمیگردیم به اینکه راز چرخ بلند اون چیزی است که خدا میخواد. اما چرا خدا یه چنین چیزی میخواد؟ خودی فردوسی هم نمیدونه. و در یه جایی دیدیم که میگه که نه فیلسوف پاسخی میده و نه اهل دین، اگر چیزی میگه بسته هست و بسته میگه، روشن نیست. در اینجا فرق یزدان و راز چرخ هر دوتا یکیه. بعد سیاوش از جنگ و آشوب، ویرانی ایران، توران، غارت و کشتن و سوختن و ارچاد که پایمال شدن سرزمین ها زیر سم ستوران به پیران خبر میده، همه اینا رو میبینه میدونه و سخنش رو اینطور تمام میکنه، حرفش رو اینجوری تمام میکنه: جهاندار و چرخ چونین نبشت، به فرمان او بردهد هرچه کشت. وقتی آگاه نیست، اما جهاندار و چرخ آگاه نیست و میدونه که چه کار میکنه، ولی ما نمیفهمیم چرا. حالا به دنبال همین گفتگو، در پایان شاهنشاهی ساسانیان، رستم فرخزاد که میدونید سردار سپاه ایران بود، نامه می نویسه به برادرش که نامه بسیار مجرد از قسمت فوق العاده جالب شاهنامه هست. در نامه ای که به برادرش می نویسه، اولا از در مورد خود رستم فرخزاد، فردوسی میگه که ستاره شمر بود و بسیار خوش، آدم دانایی بود و ستاره شناس بود. او در نامه‌ای که مینویسه که موقعی هستش که میخواد با عربا بجنگه، پیش بینی میکنه که این جنگ نتایجش چی است و میگه: ز بهرام و زهره است ما را گزند. آسیبی که به ما میرسه از آسمانه. ز بهرام و زهره است ما را گزند،
نشاید گذشتن به چرخ بلند. همان تیر و کیوان برابر شده است که احتمال تالی نحفه عطارد به برج دو پیکر شده است. عطاردم در چنین برجی همه بودنی ها ببینم همین. به این ترتیب دیگه پیداست که همه چیز رو میبینه و زان خاموشی برگزینم همین و بهتره که صحبتشو نکنم. در گردش سپه طالع نحف این پادشاهی رو به یه تکانی فرو میریزه و در حقیقت در اینجا دیگه ساخت اجتماع و تناقضایی که در اجتماع دوره ساسانی آخر ساسانی هست و آشفتگی و پریشانی تقریبا 70-80 ساله فراموش میشه و فهم تاریخ حواله داده میشه به گردش سپه. ولی آدمی که اینو میگه در نامه دیگری که به سعد وقاص مینویسه به سردار عربا در همون زمان سر نامه گفت از جهاندار پاک بباید که باشیم با بیم و باک که دوی است بر پای گردان سپر همه پادشاهیش داد است و مهر. باز به تناقض برمیخوریم، یعنی این سپهری که اینجوری رفتار میکنه اساسا کار خداست و خدایی که انقدر نیکوکاره اونجا میگه که در جایی میگه کار سپهره که این بلا بر ما نازل میشه، جایی دیگه میگه خب این سپه رو خدا آفریده و جز اینکه خدا بخواد چیزی پیش نمیاد. که خود این یک تصور باز قدریه که هرچه خدا خواست همان شد، هرچه خودم خواست نمان شد. یعنی باز روان حواله داده میشه به خدا. حالا با اجازتون من یک خلاصه کردم از تمام این فصل که شاید یه راه خروجی به قول حافظ یه بیرون شدی از این انبوه این فکر که مثل جنگل میمونه پیدا بشه. فصل آفرین این مبحث هر شد که حالا خلاصی که بخواهیم بکنیم من چند تا موضوع رو گرفتم و یعنی در حقیقت تمام این بحث در خلاصه میشه اصطلاح فردوسی هم است از این انبوه اندیشگان و انبوه اندیشگان در نشست از این انبوه اندیشگان بیرون بیایم. چرخ یا جهان گردنده خواسته و ناخواسته اما در همه حال ندانسته. آگاهی در چرخ نیست، خود به خود در زمان میگردد و البته این دوتا یکی و زمان رو میگرداند. در اینکه چرخ که میگرده زمان ساخته، یعنی با یه عبارت دیگر زمان بدون مکان نمیتونه وجود داشته باشه و مکان هم بدون زمان نمیتونه وجود داشته. اون چیزی که علم میگه که واقعا هم نمیدونن همه هم با قید احتیاط میگن امروز، اون چیزی که علم میگه میگه یه بیگ بنگ اتفاق افتاده. از وجود آمدن یک جسم ها اتفاق نیفته زمانی وجود نداره. اینا هم تمام اطلاعی که دارن اینه که میگن تا اون لحظه قبل از بیگ بنگ رو که 12 میلیارد سال تا 12 میلیارد سال رو میرن اون لحظه پیش از بیگ بنگه. نمیدونم دیگه، ولی جالبه که 150 سال پیش کانت این تئوری رو داشته. اول بار کانت صحبت بیگ بنگ رو میکنه، یک انفجار اولیه. تا زمان و مکان بدون همدیگه قابل تصور نیست، برای اینکه اگر زمان نباشه حرکت نیست، وقتی حرکت نباشه جسم نیست و اگر جسم حرکت نکنه زمان نیست، در نتیجه هر دو با همند. حالا این دیگه رفتی به علم نداره، یه امر فلسفیه که خب خیلی راجعش از قدیم صحبت شده که این دوتا لازم ملزوم هم دیگر، یکی بی دیگری قابل تصور نیست. در نهایت عرضم به خدمتتون که حالا
بله من اینجا اضافه کردم که هر دو همان است، ایدانتیک است. چرخ، گردش چرخ و پیدایش زمان یا زمان و گرداندن چرخ. و در نبرد دو برادر تلهند و گور با نو وافیه میشه. از شاد که این دوتا برادری هستن که قصه شطرنج در دوره ساسانیان جنگ بین این دوتا برادره و نکته جالب اینه که شطرنج توضیح داده میشه با دعوای دو برادر بر سر پادشاهی که از این دو برادر یکی مات میشه روی فیل. خیلی قصه زیباییه. همه شهر پیش از اینکه جنگ بشه همه شهر یک سر پر از بیم شد، دل مرد بخرد بدون ایم شد. جلد هشتم صفحه 227 مال مسکوی. که حالا بیت دوم، که تا چون بود گردش آسمان. نمیدونم گردش آسمان چیه، بعضی که جنگ به دفعه تمام میشه. چرا برکشد زند و مهتر زمان؟ زمان کدوم یکی از این دوتا رو برکشد؟ چرا برکشد زند و مهتر زمان؟ فردوسی در مرگ سهراب میگه چنین است که دار چرخ بلند، به دستی کلاه و به دیگر کمند. چو شادان نشیند کسی با کلاه، که کلاه خب کلاه پادشاهی پیداست دیگه، به خم کمندش رباید زگاه، از تخت بلندش میکنه. اگر هست از این چرخ را آگهی، همانا که گشته است مغزش توی. شور نداره، دیوانه است. چنان دان که از این گردش آگاه نیست، ز چرخ بر این بگذری راه نیست. باز بنبسته تا اونجا رو میشه رفت، بعدش خبری نیست، نمیتونه. هرچند که خب این یکی، دیگری این که این گردنده ناآگاه، که این گردنده ناآگاه در ضمن جهانه، مطلب دوم اینه که به رنج و شادی جهانیان بی‌اعتناست. جهان به رنج و شادی فرزندان خودش بی‌اعتناست. اینم رفرانسش خالقی مطلق، اینی که الان میخوام بخونم، خالقی دفتر چهارم. این صحبت اینه که این گردنده ناآگاه یعنی جهان به جهانیان بی‌اعتناست. در یک کلام ما آدم این دنیا هستیم و این دنیایی که زمان میسازدش و میگرداندش کاری به کار ما نداره، اصلا هیچ اعتنایی به خوشبختی و بدبختی، سعادت، سلامت، یه چیز ما نداره. ایا آزمون را نهاد دو چشم، شادمانی و گاهی به خشم. شگفتن در این گنبد تیزگرد، موندی چنین دل پر از داغ و درد. این یه فکر زرگانیه. ناب چنین بود تا بود دور زمان، همیشه به ایشان میگرد. چنین بود تا بود دور زمان، به نوزی تا اندر شگفتی ممان. یعنی چیز تازهی نداره، شگفت نبود، تعجب نکن. ایرا همه بهره شهد است و قند. حالا باید برگردیم به اون صحبتی که در بخش تاریخ کردیم. از طرف دیگه که من گفتم شاهنامه حماسه شکسته، ولی خصوصیتش اینه که آدمیزاد از این میزنه بیرون، نمیمونه در هیچ جایی. یعنی هم سیاوش، هم که خسرو، هم رستم، هم بیژن، هم بهرام، عرضم به خدمتتون که هم اسفندیار در میافته و وقتی که مرگ رو پذیرفت تمام این چرخ فرو میرسه. تمام سلاحی که جهان داره این فتلیته است. این فتلیته هم تو این گردشه که آدم رو میاره و میبره و میکشه و زنده میکنه. اگر یک کسی مرگ رو بپذیره این به هم میخوره، به هم میرسه تمامش. حالا اون برمیگردیم برای اینکه
شاید هم امروز یه تیکه برسیم گفتگو بکنیم. به خیام که برسیم این تازه به کمال میرسیم فکر. و تمام جهانی که خیام میبینه در حقیقت زمانه، منتها این کامل میشه. برای اینکه اینجا فردوسی یک خدایی داره که به اون میپردازه، اکثرا میگه که ما به یه جایی میرسیم که از اونجا اون طرفتر نمیتونیم بریم. فیلسوف جواب نمیده، دینی جواب نمیده، اما خدا بخشنده و مهربانه و ما نمیتونیم او رو بشناسیم. در خیام اینم نیست. یعنی اگه یک دو سه جا که از خدا صحبت میکنه، خدایی که به کلی بی‌اعتناست. به نیکو بلی میگه اون سازنده که اینو ساخته به این چیزا کار نداشته. یعنی باز زروانه. یعنی او این امید رو هم نداره. اون وقت بعد چون حالا داریم به یه جای دیگه میرسیم، ولی در حال یکی از گفتگوهامونه. بعد توی فرهنگ ایران، البته اگر شعر رو بزرگترین جلوه فرهنگ ما بگیریم، در فرهنگ ایران بعد و در شعرهای مثل نظامی، حافظ، مولانا و تا اندازه سعدی، بعد میزنن به یه جای دیگه. یعنی انسان تمام تلاشش اینه که بشه خدا، وحدت وجود پیدا، فکر وحدت وجود پیدا میشه، اتصال به خدا پیدا میشه و عرفان راه دیگری پیدا میکنه، راه دیگری که زمان اصلا نفی میکنه. اون وقت دیگه خدا سازن رسته به آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که این عربت بیان ساده شمال سعدی، بنگر که تا چه در مقام آدمیت، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد بدین زیر خراب آدم. یا دوش دیدم که ملایک در میخانه زدن، رفته یه جای دیگه، گل آدم بسرشتند و به تیمانه زدن. و حالا ببخشید اینم بگم که توی در کویدوس من این موضوع رو یه جور دیگه توضیح دادم، و اونی که وقتی صحبت میشه میگن که صوفی عارف وقت خودشه، معنیش اینه که تمام وقت رو، گذشته و آینده رو در دست داره. اون لحظه‌ای که لحظه وصله، مبانا که زیاد داره، لحظه وصله ازل و ابد با هم دیگه جمع شدن و اونجا نسبتاً مفصل‌تر توضیح دادم که چه استنباط از زمان و از وقت، نه زمان، برای اینکه اسم خاصی براش می‌ذارن. اون حالی که حال و وقت، اون زمانی هستش که همه زمان‌ها درش جمعن. یعنی اون زمان وصله، زمانیه که نه گذشته داره نه آینده، همه اون آنیه که اون آن همه چیز رو در بر می‌گیره. و تو خیام این رو ما جور دیگه میبینیم. حالا رفتیم مثلا سر یه گفتگاه دور دراز دیگری، اون چرخ گردنده خیام همش میگه دم غنیمت. دم خیام تمام گذشته و یک انتانسیتهی داره که تمام گذشته و آینده رو در یک دم میخواد زندگی بکنه. یعنی مسئله ای که مطرح کردیم، من میخوام اینطوری بازگو بکنم که مسئله، معما یا دیلمای فرهنگ ایران زمانه. دیلمای شعر ما، شعر عرفانی ما زمانه. مسئله زمان، خصوص در فردوسی اینه، حماسه اینه. یعنی این چرخ و چنبر میکنیم در یک کلام. اساسا زمان در کنسپت قدیمی ها شاید هم از گردش ماه و خورشید بیاد، به هر حال این فکر، ولی زمان سیکلیک و وقتی که از این چرخ بیرون بپرن، چرخی دیگه نیست، گردشی نیست، مسلط شدن. تو مقدمه رستم اسفندیار من یه عبارت گفتم که ببخشید از خودم رحمه، اگه اینا تو ذهنمه، گفتم که همیشه آدمیزاد شکار مرگه، رستم مرگو شکار میکنه وقتی قبول میکنه، برعکس میشه. برای اینکه میدونه که این 600 سال زندگی کرده، اگر اسفندیار رو بکشه یه سال دیگه میمیره. این تردید پیشگویی سیمرغه، بله، همون سیمرغه که گفته فلان فلان، گفته بدون اگر اینو بکشی یک سال دیگه بیشتر زنده نیستی. وقتی اینو قبول میکنه، برای اسفندیار پیروزه.
خب این دیگه باز به زربان تقدیر. یک آدمی که بر فلک بیروز میشه تکاله میگیره. منتها که شاهنامه در حقیقت کتاب بزرگ واقعیت از طرف این که یک آدمی مثل رستم در زندگی عملی به دست یک کسی مثل شغاد کشته میشه، این واقعیت که اگر غم را چو آتش دود بودی جهان تاریک بودی جاودانه، در این گیتی سراسر گر بگردی خردمندی نبینی شادمانه. رستم ها به دست شغاد ها کشته میشن و سیاوش ها به دست گرسی بردار. رنه بیشتر از هر کسی کار کرده در باره زربان و متن‌های، یعنی فکر زربانی که در دوره ساسانی کفر بوده ولی عمیقا نفوذ کرده بوده در نوشته های مذهبی و کتاب های مذهبی ساسانی، این همه اون را بیرون کشیده. اون وقت کتابی که اساسا مال همون دوره است و خیلی هم پر از فکر زربانیه، مینوی خرد، ترجمه به فارسیش هست، مال تفضلی که خیلی هم آدم با صلاحیتی بوده. مینوی خرد پر از فکرهای زربانی، ولی زربان معمای زردشتی یه چنین چیزیه. اون هم یه آقای به اسم قادری ترجمه کرده و ترجمه خوبی کرده. دنباله همون شعر رو میخوانیم دوباره. یکی را همه بهره شهد است و قند، تن آسانی و ناز و بخت بلند. یکی را همه رفتن اندر ورید، ورید همون اوریده یعنی راه کچ سر زیدی، اندر فراز و گه اندر نشیب. همش کله پا میشه. چنین پروراند همی روزگار، باز خدا نیست اینجا، روزگاره که میپروراند. دقیقا قشنگ فزون آمد از رنگ گل رنج خار. رنج خار از رنگ گل بیشتره. فکر دیگری که میشه خلاصه کرد اینه که بیگانه و بی‌اعتنا به ماست، اما اشکال اینه که بر جان ما فرمان روا است. زمان به ما اعتنایی نداره، ولی که در زمان هم اختیار ما دستوره. از این برشده تیز چنگ اژدها به مردی دانش که یابد رها. بباشد همه باز همین فکره، همه بودنی بیگمان. نجست است از او مرد دانا زمان. وقت بعد مگه این مردم آزار، این کجرفتار، این بدکردار که فلک باشه با رنجهای بیدلیل ناسزاوار آفریده پروردگار مهربانی نیست. سیاوش بیگناه رو چرخ به کشتن میده، اما به فرمان آفریننده چرخ، که باز همون حرف خود سیاوشه که جاندار بر چرخ چونین نبش، به فرمان او بردهد هرچی کشت. یا خود سیاوش در جایی میگه مرا چرخ گردنده گر بیگناه به دست بدن کرد خواهد تباه، به مردی مرا زور آهنگ نیست که با کردار جهان جنگ نیست. باز در همون جا سیاوش بیرنگ میگه که اراده کردگار با اختر بعد یکی میشه. باز همونه چه گفتن خردمندی بسیار خوش، که با اختر بعد به مردی مکوش. پایی نمیشه اراده خدا. خب آفریننده ایست دانا، توانا، دادگر در نظر فردوسی، هم آفریدگار جهان بیخرده و جهان ناهوشیار، اما جهانی که مندنیه. و خداوند هم آفریدگار انسانه، انسان با خرد، درست نقطه برعکس در مقابل اون بیخرد، در برابر اون ناهوشیار انسان هوشیار، اما رفتنی. یکی نرفتنی مندگاره، یکی رفتنی، یکی باقی است، یکی فانی.
اون بیخرد ناخوشیار، چون ماندنیه خداوند یعنی به معنی صاحب، صاحب اختیار زمان، بخت و عمر، این با خرد هوشیار. اون بیخرد ناخوشیار که زمان باشه و ماندنیه، صاحب بخت اختیار داره، اون با خرد هوشیار و رفتنی است که آدمی زاد باشه. یعنی خداوند مسلط کرده بیخردی رو بر باخردی، ماندگاری رو بر رستگاری. اینجا هوشیاری که گفته میشه منظور صاحب آگاهی. تسلط ناهوشیاری توانمند بر هوشیاری ناتوان، اگر خلاصه بکنیم بیداد در آفرینش، بنیاد هستی آفرینگان. این به کجا میشه رسید؟ به بیداد آفریننده دادگر به محاله، در اینکه کنتردیکسیون نانوته هم فرض محاله. یا به چی میشه رسید؟ یا به اینکه به چرخ بیدادگری که به ضد خواست آفریدگارش میگرده. این هم ناشدنیه. چیزی چی؟ حیرت، حیرت شاعر، گرد و تا متناقض دیگه و هر دو راهی به جایی نمیبره. نتیجه حیرت درماندگی اندیشه است. باز همون شعری که چپ و راست در صوبه تامم، این مفهوم گاه و بیگاه و جاهای مختلف شاهنامه میاد. حالا از این که بگذاریم، زروان اکرانه یعنی زمان اکرانه بیکران، هم زمان ماست هم تقدیر ماست که همون سرنوشت ما باشه. و این زمان در ما اگه بشه گفت، یعنی من اصطلاح دیگه پیدا نکردم، توی گیومه بیرونیه، یعنی از بیرون بر ما نازل میشه. و به اصطلاح دیگهی که قدیمی ها به کار میبردن، زمان آفاقی در افق جریان داره و از افق برمیخیزه. هر چهات که زمان آفاقی یا زمان بیرونی با تبلد و مرگ ما رو در افقی، یعنی در یه جایی که نمیدونیم، پایین میذاره، فرو میذاره، تبلد. و به این ترتیب زمان و مکان ما رو معین میکنه. که زمان و مکان ما رو معین کرد، تقدیر ما رو رقم میزنه. تقدیرمون شده دیگه. چیزا همش میبینید برگشته در حقیقت. اینا همه یک تقدیر ما رو رقم میزنه. به این ترتیب در برابر عمر که زمان کرانمند، حالا برمیگردم به همون اصطلاحای زردشتی، زمان کرانمند درونی و سازنده سرگذشت ما، زمان بیکران در دو کرانه گذشته و آینده بیت بر ما، تا در این دایره‌ای که خواه ناخواه درانیم دست و پایی بزنیم، جولانی بدیم. حالا برگردیم به این فکر فردوسی، زماده همه مرگ را زادیم. ببینید چقدر اون وقت اینجا معنی، زمادر همه مرگ را زادیم. و ببینید به دنیا میایم برای مردن دیگه. همه بنده ایم هر که آزادیم، بنده تقدیریم، اما در این بندگی که دایره بزرگتر توش یک دست و پای یک آزادی کوچیک داریم. عرضم به خدمتتون که حالا برگردیم دوباره سرچشمه یا یکی از سرچشمه های تنش درونی شاعر در بینش روز از خدای دوگانه، اهورا و زربان، اهورمزدا و زربان، که فردوسی سعی میکنه این هر دوتا رو در خودش یکی بکنه، یک نوعی سازگار بکنه. اون البته این آگاهی رو نداره چون زربان نمیشناسه. این در خودش این کشمکش هست که این دوتا یکی بشن. این دوتا خدا یکی مقدر کننده بخت، سرنوشت، زمان ما و گردش جهانه.
که برمیگردیم باز به همون صحبت‌های قبلی منتها از یه زاویه دیگری، این زاویه. اون یکی دیگه اورامزدا راهنمای خیشکاری ماست در این جهان. خیشکاری معنی رسالت دنیوی و اخروی، حالا به این کلام بگیم رسالت انسانی ما، انسان برای چی به دنیا آمده. این رو اهورامزدا معین میکنه، نه زربان. راهنمای خیشکاری ماست در این جهان، یعنی خیشکاری این که چجور خودمون رو در آن، یعنی در جهان، و چگونه جهان رو به خواست خودمون بسازیم. خودمون رو در دنیا چجوری بسازیم و دنیا رو اونجوری که میخواییم چطور بسازیم. در صورتی که این جهانی که خیشکاری ما به ما میگه آنچنان بسازیمش، این جهان در اختیار ما نیست و نه تنها به اختیار ما نیست، بلکه حتی در اختیار خدای ما هم نیست که اهورامزدا باشه. حالا انسان یه خیشکاری داره که جهانی رو بسازه که در اختیار نه تنها خودش نیست، در اختیار خدا هم نیست. با اجازتون برگردیم به یک بیت نظامی. میگه نزین رشته سر میتوان تافتن، نه سر رشته را میتوان یافتن. این هم یک حیرت، یک سرگشتگی به زبان نظامی که فردوسی میگه که آن سوی این چرخ بر این راه نیست. راز صحبتهای خودش معماست، باید دم در کشید و دانست که اون دانای خردمند یعنی خدا هست. فقط اینو میتونیم بگیم یا میتونیم بدونیم، همینو بس. شاعر زربانو یا زربان زمان خدا رو نمیشناسه، ولی میبینه که زمان شب و روز مثل یک موریانه خستگی ناپذیر در کار جویدن و خواب کردن جهانیه که از همون آغاز اهریمن توی پرانتز یا شیطان در این جهان رخ میگرد. زمان یک چنین جهانی رو دائم داره برو میخواد، میجوید خود میکنه. در گیتی گذرای مزدایی و دنیای فانی اسلام، در هر دوتا اینا بدی، تاریکی، مرگ، اینطوری نیست که همزاد نیکی، روشنی و زندگی باشن، که از این تواناتر هست. همزادش هستن ولی فقط همزاد نیستن، تو هم باش ولی از اون تواناتر هست. هم در گیتی اهریمن تواناتره که میدونیم خب 9000 سال باید جنگید باش تا این توانایی از بین بره. به هر حال هم گیتی استنباط مزدایی و هم دنیای اسلام هر دو گذرا، هر دو فانی هستند و نیکی و بدی همزاد هم دیگه هستند در این دوتا، اما بدی تواناتره. در گیتی، یعنی در فکر مزدایی اینطوری بگیم، رستگاری در مینوه، در عالم بالاست که اون جاویدانه، گذرانه. در اسلام هم میدونیم همینه، یعنی آخرته که باقیه و رستگاری هم در آخرت. حالا یک اشاره بکنیم که در ادب فارسی و به خصوص در شعر کلاسیک فارسی به طور کلی جهان همینجور دیده میشه، یک چیز گذراییه که از قول رودکی بگم، میگه شاد زیبا سیاه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد. جهان زامده تنگ دل نباید بود، و گذشته نکرد باید یاد، وگرنه ما یه درد سره. باد و ابر است این جهان و فسوس، یا باد و ابر است این جهان افسوس، که البته مثل این که فسوس درستره و به معنی ریشخند و مسخره و غیر جدی.
باده پیشار هرچه باد و باد. حالا فقط یه اشاره بکنم که بازمانده تصور زرمانی اهورایی از جهان به تدریج در ادب فارسی رنگ میبازه و بعدها نشانی ازش آگاهانه نمیشه پیدا کرد. منظور من همین کلمه دهره، یعنی اون چیزی که از زربان میمونه و این تصور زربانی از جهان چیزی هست که بعدها بهش میگن دهر. یعنی آره به اصطلاح قرآنی بگیم قدیمه، حادث نیست، یعنی خلق نشده، از ازل بوده تا ابد خواهد بود و کسانی هم که بهش معتقد بودن، یعنی این که بگیم جهان آفریده نیست، این کفر از در اسلام. اون وقت به اینا میگفتن دهری و دهری ها کسانی بودن که خب زهوار کفار بی خدا شناخته میشدن و مانوی ها رو خیلی به این عنوان میشناختن. فکر دهری دنباله فکر، یعنی اصطلاح زرزان یا تصور از زرزان و تصور از اهورمزدا در طی قرنهای بعد دیگه به کلی رنگ میبازه. کسی نه زرزان میشناسه نه به هیچ ترتیب و نه اهورمزدا رو باش آشنا، اما فکر باقی میمونه به صورت دهری، به اهن دهری. و مثلا فرض کنیم که به خیام میگفتن که دهری از جمله، مثلا به زکریا رازی هم متهم بوده به اینکه دهری و گویا واقعا هم بوده، یعنی عقاید مانوی و زرگانی داشته احتمالا. بی‌اعتباری این واقعیتی که ما درش هستیم، این منزلگاه اومدن و رفتن، این کاروانسرای دو در به قول قدیمی ها، این تصور از جهان همچنان به قوت خودش باقی میمونه تا آخر، تا امروز. مسئله که پیش میاد اینه که این مسئله فرهنگی که در یه چنین گذرگاهی انسان چطور میتونه تاریکی از مرگ اون طرف سر بره. در حماسه یه بار مفصل صحبت کردیم به کمک نام و شاعر از برکت سخن نمودن از راه پراکندن تخم سخن. و اجازه بدید که این چند بیت به فردوسی رو هم به عنوان ختم مقال بخونم، قال قضیه کنده بشه، چون بعد مسئله خیام احتمالا پیش میاد. این احتمالا نوشتن نداره. جلد هفتم صفحه 185. الا ای خریدار مقدس سخن، دلت برگسل زین سرای کهند. کجا چون من و چون تو بسیار دید، نخواهد همی با کسی آرمید. اگر شهریاری و گر پیشکار، تو ناپایداری و او پایدار. چه با رنج باشید چه با تاج و تخت، بباید بستن به فرجام رخت. اگر زاهنی چرخ بگدازدت، چو گشتی کهن نیز ننوازدت. چو سر به دلارای گردد بخم، خروشان شود نرگسان دژم. همان چهره ارغوان زعفران، سبک مردم شاد گردد گران. اگر شهریاری و گردی دست، به جز خاک تیره نیابی نشست. کجا آن گزیده نیاکان ما، کجا آن دلیران و پاکان ما. همه خاک دارند بارین و خشت، خنک آنک جز تخم نیکی نکشت. این مبحثمون هم تموم شد. حالا میمونه احتمالا شاید همین فکر رو دنبال بکنیم، ببینیم در خیام، در نظامی و شاید عطار رو، البته همه این نیانس بدم. جهان چیه؟ جهان چجوریه؟ چیه؟ یعنی همین آیا زمان باز همین نقشو داره یا نداره؟ و در مولوی و حافظ و در ادب غرب هم تصور از جهان چیه؟ از یونانی ها تا گوته، و اون تصور چه رفتاری در قبال این جهان ایجاد میکنه؟